سوال بعد گفته مطابق شکل زیر سه متحرک با تندی های مساوی و ثابت سه مسیر نشان داده شده را طی می کنند و از مکان یک به مکان دو می روند. در مورد بزرگی سرعت متوسط این سه متحرک کدام مورد درست بیان شده است؟ خب ببین بچه ها، من از نقطه یک رفتم به نقطه دو طی سه تا مسیر متفاوت. خب ببین، از اون جایی که تندی های من توی هر سه تا مسیر یه مقدار ثابت و برابریه، میتونید بگید کدومش بیشتر طول میکشه، زمان بیشتری باید سپری بشه و کدوم کمتر؟ خب خیلی مشخصه دیگه، وقتی تندیت ثابته، هر چی تو مسافت کوتاه‌تر رو طی بکنی سریعتر میرسی، پس زمانت کمتر میشه. پس خیلی ساده الان میتونم بگم تی C کوچیکتر از تی مسیر B کوچیکتر از تی مسیر A من که از همه طولانی تره. بریم حالا گزینه‌ها رو بررسی بکنیم. در مورد بزرگی سرعت متوسط میخوایم با هم بحث بکنیم. خب سرعت متوسط خودش رو اولا باید بدونیم که سرعت متوسط یعنی V AV از رابطه دلتا ایکس به دلتا تی به دست میاد. دلتا ایکس به دلتا تی. دلتا ایکس چیه؟ جا به جای می. جا به جای چیه؟ جا به جای یعنی فاصله مستقیم از یک تا بی. این قسمت میشه جا به جای من. پس میتونیم بگیم جا به جای تک تک اینا با هم برابره. مهم نیست از چه مسیری از یک به دو رسیدی، فاصله مستقیم مبدا تا مقصدت میشه جا به جای. پس جا به جای برای هر سه تا اینا یکیه. پس برای مقایسه VAV ها، سرعت متوسط ها، باید ببینیم دلتا تی ها چجوریان. هر کدوم دلتا تیش کمتر، VAVش بیشتر، چون ببین VAV اینجا با دلتا تی رابطه عکس داره. پس دقیقاً برعکس اینا رو من میتونم نتیجه بگیرم دیگه. TC چون زمان مسیر C کمتره، پس سرعت متوسطش بیشتر از B بیشتر از A خواهد شد. پس VAV C بزرگتر از VAV B بزرگتر از VAV A. خب گزینه یک گفته همشو با هم برابرن، غلطه. دو گفته VAV بیشتر از B و C، نه دیگه، این که اصلا کمتر از اوناست، اینم غلطه. سه گفته B بزرگتر از A و C، نه B این وسط است، از C کوچیکتر، بزرگتر نیست، بس اینم نیست. چهار گفته VC بیشتر از VA و B، کاملا درسته دیگه، C من از جفتشون بزرگتره. پس جواب گزینه 4 رو میشه.